بیا این دوست عزیز، ما آمده ما ایسایسه از جایی که رفته بودیم ما میکرم تون ساعت آباده تاریخی که اونجا بود به نام شده مرفت تپه سبز آباد بود. حالا ما در یک جای دیگه آمدیم، اینجا ستوپا ها دیده میشه. البته ما در بامیان و همچنان در غزنی هم بسیاری جای ها تو متوجه شده بودم به این، ولی به این شکلی نه، این بسیار شکل کلانتر داره که ما عمری صاحب از ریاست داد فرهنگ از مجکت خود ما داریمش یکان صحبت هاشان هم داشته باشیم، چون اینا بیشتر آگاهی دارن، بیشتر معلومات دارن و بخاطر به زحمت ساخته میشن. بین امی طرف این عمری صاحب، بین امی طرف سلام بدر، چی حال دارین؟ باش آمدین، بخیر استین، سهد من، جانتان جور است، کمره در خدمتتان است. قربانتان صاحب، زنده باشین. اول خوب تمام همکارای تلویزیون آریانا بخیر باشه، سلام و خوش آمدید میگم به ولایت همیشه بهار ننگرهار. بخیر باشه، خداوند شما رو بخیر آورده، بخیر بیاین، زنده باشه. دیگه حالا میریم به طرف سوپه امرخیل. سوپه امرخیل از نزدیک میبینیم که چی معلومات با شما ارائه کنم. یعنی یک چیز است، ما شاید به بیشتر بینندام جالب باشه وقتی که تصویرش رو میبینن، یک تصویر از برای شما، ولی بسیار داستانای عجیب داره از خود اینجا، یعنی از چه زمانی ساخته شده، به خاطر چی ساخته شده بود. امی رقم است نیومدی سیب؟ یکان اونگه پای دیگه مکن نزدیک تر برون باز پیدا می کنم. خوب است که همراه ما بین، بریم امری سیب طرف بریم. خیلی خوب، این دیگه راه دیگه نیست که موتر موتر بالا شوانی؟ نه دیگه امی راه چیست، راه پیاده رو است و امی جایی که از سابق امی تو بانده این یک مشکل اساسی است که در نظر بد امی افات طبعی امی استوپا کم کم رو به تخریب است. متاسفانه معلوم میشه چون ظاهرن دیگه اگر مقامات دی سلای ما ایده دیگه توجه نکنن شاید این محوه شوه هم روبرو از بین میره دیگه. بخشی صاحب یکم که احتیاط کرد اگه خدای ناخواسته نفتی همین طرف بیا هم تو بخشی صاحب دیگه نفته و ما شما به خیر بمو منزل مقصود خود برسیم بیادر. بخشی صاحب ماشاءالله از عسکرهای تکله تکله است. خوب همون درسته، یکی اگان جوی میریم ما خواهد همی هستم که میگم بریم. بله بله، کم کم ترس در دل ما می باشه. درست، این بنده خدا دیگه که میگه که تر کردی خدا صحیح تر کن، امون رقم است نی بخشی صاحب؟ همون درست اینه، ما کم کم دیگه نزدیک میشیم به سوپه امرخیل. آه ناگفتن همون بیننده های عزیز، ما یکم کنورد شدیم. خب همین بعض ولایت ها که میری سراغ آبادان تاریخی که میگردی طبعا یکان داره در کوه بالا میشیم، کم کم بر ما عادی شده. روزای اول خیلی نفسم میسوخت. او ماشاءالله این چهار اطراف با این دیوالش مکمل افتیده. بله تخریب شده، همون صوفی که یا میگشتن و داروبر خواه این از نظر وفات طبعی از بین رفته. یعنی اگر چند سال باران ادامه دار باشه شاید مکمل تخریب شوه. همونطور است، اگر توجه برش نکنن راستی که تخریب میشه. معمولا این شکلی جایی که مثلا سایه آبادات تاریخی است معمولا در تپه هایی رو پیدا میکنیم. من نفهم در تپه ای تو جایی مثل که بالای سار غزنی بود، بالای ساری که در خود کابل از معمولا در بلندی هستن. بله بله، ای ها میرم به شکل در بلندی هستن، کدام گپ داره در بلندی؟ یک نظر به امون گفتای کلانا که ای ها بخاطر امنیت خود و بخاطر بودوباش خود جای بلند مرتفع انتخاب میکردن تا اضافات بیرونی به همان باشه. او یعنی چهار اطراف زیر چشمشان باشه، زیر چشمشان باشه، تحت امون حمایه و تحت نظارشان باشه. خب دیگه اینجا اکثر این مردم زیاد هم کوشش میکردن که در جایی که او باشه چشمه باشه اون اونجا هم زیاد علاقه مند بودن که در رفای کوه و گپا جاگزین شون اونجا باشن. خب اینجا کدام چیز نوشتم باشتم داره یا موتو عادی هست؟ نه فعلا خب هیچ چیزی نوشته و گپا نداره، همون تو چیزی عادی است و
همون نقش نگار دمو زمانه که وقتی دوران بودایا بوده همون نقش نگار و زیباییش تو وقت خیلی مقبول بوده ولی حالا که نظر با بریم پیشتر بریم شما هم بیاین بیننده عزیز کتمه که بر شما دوجه دیگه چی نشان میتونم ببینین یک دفعه بیننده عزیز ما آیست آیست ها آمدیم به بالا جایی که کتامری صاحب هستم ما فکر میکردم که این یک شاید یک روزانه که بسیار خرد باشه ولی در داخل از این اتو حفر کردن مکمل چی گپ داره از خود؟ عمری صاحب بیام سره موشه یک معلومات داره تره که؟ دیر از زیاد تمانه سر مخلص شی خبر داسی ده چی؟ از دقا پنگرار که ده سخروت پول سوالی که ده مرخیل و صوفه ده چې د بودای دور د 2000 کال مخکې دغه د بودانو د استوپ په نامه مشهور چې د عبادت کاوه د عبادت ځای کې باندې دلته به ګرځېدو عبادت به خپل کولو خو په زمین کې دوی به په ما خپل وخت دوران کې کله چې د استوپه به یې عمارولو دلته به دوی په نامه د جابې نظر دی کې به یو شی کېښوده چې په خوا به یا به د بودا جعبه نظر جعبه نظر یا صندوقچه نظر کله صندوقچه نظر په نامه دوی به په دې ځای کې ایښودله بیا د هغې د پاسه بیا دوی د عمار کولو جعبه نظر په خوا داسې وه مشهور و چې یا به خلک به سره زر به کېښودو او یا به نور داسې جواهرات به په کې ایښودو او یا به د هماغې بودا د دور د ویښتان به پرېښودو خو دغه د پیړیو پیړیو د تېرې وخت نه تېر شوی دلته دغه سوری چې ګورې دغه مقاله چې اوس ګورې دا داسې وه چې د خلکو په وینا چې د قاچاقبرانو له خوا نه دا شکول شوی دی او د کوشش یې کړی چې دغه جعبه نظر چې که دلته وي دوی پیدا کړي چې څه شی دی که سره زر وي او که نور جواهرات یې ځان سره ویسي خو دغه دا کار اوس شوی دا کندنکاري چې شوی دی دا تقریبا د دغې کیدای شي چې دغه د دیرشو یا څلوېښتو کالو مخکې دا کار شوی وي او دا قاچاقبران شکولی وي په هغې وخت کې شاید دلته حکومت یا امنیت نه و چې دا کار شوی دی خو اوس موږ په دې مورد کې توجه لرو او انشاءالله چې د دې د تخریب او د دې د ساتنې د خپل د مقامات سره وخت په وخت ګزارش ورکوو او د دې د ساتنې لپاره هلې ځلې کوو او کوشش کوو چې دا حفظ شي دا اثبات شي او د دې نه هم کوشش کوو چې دغه د ترمیم شي او د ترمیماتو په هکله هیله مند یم چې د تاتو فرهنګ وزارت په دې مورد کې توجه وکړي او په دې مورد کې د دې د ترمیم په مورد کې دلته خو راتګ هم ډېر خطرناک دی عمری صاحب مشکل نشته دی دا درزونه چې زه ګورم داسې ده چې دا فکر کوم چې دا اوس ځي نه خو خبره دا ډېر یو په مقاومت سره جوړ شوی دی او خو به هم دغسې د طبیعي تیږو نه او د خټو نه او د شیانو جوړ شوی دا استوپه چې د بودایانو کله جوړولو نو دوی به ډېر په لوی مساحت باندې چې دا دوه درې صوفې لري ګورئ چې دوه درې صوفې د دې ځای نه له منځه اوس لاړ دی دا همداسې یو وران شوی یعنې دا به ډېر جګ وي خپله دا چې دی غالب ګمان داسې چې د هرې صوفې په څه دوه متره یا درې متره دوی پولۍ لرله چې د غټ صوفې وي او اوه متره فکر کوم چې د دوی د اوږدوالی جګوالی دی و یک چیز دیګه هلته پام مې شو دې ته عمری صاحب دا کړکۍ غوندې شکل لري که نه دا نو ما د دغې په هغې وخت کې د دغې هغه زمان کې د دغې معمارانو یو حکمت او
دغه د نقش نگار یو ذریعہ ده چې دلته کار کړي او اکثر خپل استوفو کې دوی هم دغه سیو نو ما او دغه سی نقش گذاری کوي شي اها یو ټیپیک غوندې سلاریشه تقریبا مونږ دلته درې استوپې لرو چې یو د بیمارانو استوپه ده یو د قلایشی استوپه ده دغه نه ښکار کیږي د دې زنه نه ښکار کیږي د دې غونډې شاته ده هغه غونډې شاته ده غونډې شاته ده کلی د بیمارانو کلی په نامه او هلته خو چې زی لکه د قلایشی په نامه کلی ده چې هغې کې د قلایشی استوپه تقریبا اتیا فیصده جوړ پاتې ده خو هغه هم بعضې ځایونه یې شکست کړی چې په آینده کې کیدای شي چې زمونږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤولین فکر کوم چې توجه کوي په خیر سره په دې چې هغوی ویلي چې موږ سروې د خاطر راځو او دلته د سروې په رابطه کوشش کوو چې د ترمیم کړو او د دې په اړه تصمیم ونیسو. ای آبدات تاریخی چیزی است که دنیا میبینه میفهمه که اینجا یعنی شاید از زمان کوشانیا چند صد سال میشه از کوشانیا؟ از زمان بودایا 2000 سال میشه. 2000 سال بله. یعنی از تقریبا 2000 سال پیش یعنی یک چیزی جور شده بوده و این ای قدر که ماکم معلوم میشه من قصه از اونمو قلایی که در قرغه اولسالی قرغه لغمان بر شما نشان دادم شاید گل از ای یا کار از ای هم مثل از اونمو آوری بوده باشه که قصه از اون بسیار جالب بوده برای من عمری صاحب که میگفتن یک نفر که میخواست قلا جور بکنه باز سر از اون گومیشا را میآورده سر گل بله. گل لغت میکرد صادق گومیشا هم بود و ایجه مردم ها میگفتن که فیلا را میارن فیلا را میارن سر خاک از او ای خیلی ببینی سر گل از او خوب صحیح فیلا لغت میکنه و او را به پختگی میرسانه که حتی بسیار کم چی او سر از او تاثیر هم نکنه وقتی که پخته شد باز او را به قلا بندی میکنن و او را مورای قلا را میزدن که چی شده موضوع فیلا گفت فیل یک جای ما میریم پیدا میکنیم خانه فیلا نام داره و ساحه بله مغاره هست کلان کلان به نام ما اینجا مغاره فیلخانه داریم که او یک بازار مشترک از دوران بودایا بوده از زمان بودایا بوده که اونجا باز یک امجا زندگی هم میکردن و یک مارکت مشترک بین آسیای میانه و چی بوده هندوستان بوده که اونجا مواد میامده اونجا زندگی میکردن اوه شک ما را مجذوب این ساخته که باید اونجا بریم خب از بیننده عزیز ما و عمری صاحب میریم اما طرف تا قصه کده قصه کده چی میگی؟ اون تو خوب گفت سیب میره بانی میره بانی بین بینیده عزیز ما که تا عمری صاحب آمدم پیشتر اینجا اگون مغاره عجیب و غریبی دیگه ایره ما متوجه شدم ای البته فیلخانه نیست ای از همون زمانه سابق هم مانده که عمری صاحب ای دیگه الحقی امو فیلخانه است که ما میگیم که با بازار فرپوت فیلخانه و این الحقیش است که اینجا مردم در دوران بودایزم اینجا مردم زندگی میکردن و اینجا؟ اینجا بود باش میکردن و بخاطر از اینکه آو داشت و از جایی که دور میامدن خسته میشدن، مانده میشدن، باز اینجا مسکنگزین میشدن، اینجا میبودن دیگه این الحقی از این فیلخانه چیستک؟ همین بازار سرپوت دوران بودایا است. یک اپ دیگه بیننده عزیز اینجا در غیاب از اینکه اون مغارای کلان کلان در اون نقطه ما دیدیم یکان سراخک های بسیار خرد خرده داره من این فهم رای بالا شدن به اونجا هست و مریض های بیانه تخریب شده بعد جای زینایش ها نگه آنجایی هست اونو مجه دارم بالا همشه میبینی اون دوری بالا این از این بغل رایش هست رایش هست نه این بخشی صاحب خب تصویرش رو ببینین بیننده عزیز به شما هم جالب است اما جایی که ما رونده بودیم او نقطه جای ما پیش است اومدی سر میرقم است بیشتر میریم اونجا همین جایی که همین بازار مشترک و یا بازار سرپوت دوران بودایا و اونجا که می بودن زندگی میکردن اون موج مغاره بسیار کلان وجود داره که اون از نزدیک بس مشاهده میکنیم خب خب خوبه
خب میریم اون طرف میریم. بریم سه بوم جلو. بیننده عزیز، ما آمدم کته عمری صاحب بیشتر. ای فکر کنم مغارای اصلی ده اینجا است که عمری صاحب بر ما میگفت. خب چیز میگفتی عمری صاحب ما؟ گران داسی ده چی ده منگ ده برامات برابات سمسو پرابطه چی دلتا مشهور ده ده فیلخانه او یا مشترک سرپت بازار چی ده بودایان دور ده دلتا داسی به همشانه ده نجیر مشاهده که چی دلتا غطی غطی سمسونه دی او لاری دی او گوده تقسیمات دی او دجوان اغا بعض شایان چی تاسو گوری دلتا خخ کلا پا کشتا دی او دا دلتا بمشالا لوی داسی سمسی دی چی دلتا بیا بسر تقسیمات شوی دی هر کوتا جدا هر بخش جدا او هر کانال جدا سر دلتا دا ایرا داره بس؟ بله او دا لار لری او آخرین نهایی لاره ترسلا معلومه پدینه داشته دوستا بعض جاین که اکسیژن نشته کسانی اکسیژن هم نشته و بعض جاین که دا سمت ناستی دی نشکل تخریب شده ناسته نو دی آخری ساعت هم مونی لار خو وسط اگه جاین چی گورو دا تقریبا هر اتاق چه جدا جدا انشالله چیزی خونه از دل ما جمع باشه که انشالله ایت هم نشته نه توکل ما آدم هستیم که می ترسیم نه تاسو با انشالله نداری گی او دلتا فقط هر اتاق شده شپک پو دول سو که او عرض لری او دلتا پا هر اتاق که تشناب خونه او دوسی دو باز شده رازی شده گورو دی نجده نشده سنگ دا ساختمان لری دا چه ده دا یه عمومی دالیز لری واره تا سر تا معلومی گی بیا پا عمومی دالیز که اتاقون سر بیلشی ویدی جدا شوه ده پا هر اتاق که جدا دلتا پسخانه لری یا به پسخانه که ده هر اتاق ده پاره تشناب و ده زنینزل ده پاره دا غصی باز مسائل جورشی ویدی عمری صاحب رقم پیش میرین من میترسم جا کدوم ساعه و زندار نباشه تاسم شالا مداره گرازی خیر سره دلتا اس مشکل نشته تاسو گوری دلتا تو باش ما اگ روشنی پرتون بیننده عزیز این طرف بسیار زیاد تاریک است داسی یه ولو که بل یه پسخانه لری چه دی که بیاده ده تشناب مسائل او ده وسی دو مسائل هم بکشته ده او بیا نخی نخانی وست اکثرا دا کلاگانی چه پکیوی او یا گلونه پکیو آقا لمنز لرده خود تخشی مخشی و داشتن پکشته ده و یو نیم خلا و گلان پکشته ده خود شاقم این طرفین عمری صاحب این طرفین این طرفین این طرفین بسیار زیاد امی این طرف ها که آدم می ازیاد در کار هست نه انشاءالله خدای ناخواسته آدم ترس نیستیم خب بازم احتیاط خوب است برصورت بینیدای عزیز مده این مغاره که آمدیم شاید در بامیان که تصویره بامیان دیدن از بودای بامیان که ما اونجا رفتیم از قسمت به شکل مغاره مغاره جور کرده بودن رفته بودن تا که ما بالاخره خود در سرم و جایی که آخر سر بودا بوده که تصویر گرفتیم اون مغاره بوده که مردم ساخته بودن به خاطر که مردم بالا شونده و بالا اما این مغاره است که از زمانهای سابق به شکل ساخته شده یعنی به شکل مانده مغاره است که تو نیست که کسی را کار کرده باشه یا جور کرده باشه نه از همون سابق مانده امیر خمسنی و مریض که تاریخ از این به چند صد سال پیش نظر میشه نظر به مو گفته کلانا که میگن که ایره از دوران بودا 2000 سال پیش یعنی میجه تو یک بازار سرپوت و بودوباش فیلا بوده که وقتا از طرف هندوستان اینجا که کاروانا میامد و ایجه سر فیلا سابق مردم بار و ایگه پار می آورد باز بودوباششان و امیجه جای توقفشان همیجه بوده همیجه و باز از ایجه دمی مغارهی که تو حال دیگهشان می بینی
با این توقف بوده و از این بازی بس می رفتن به طرف آسیای میانه و قفقاز و یک جای و دیگه جای سر فیلا سابق چینا می بردن مواد انتقال می کردن. این یک نظر به گفته همین مستفیده ما که تو با ما مانده این قصه ها مانده افسانوی است یعنی می تونه است. باز ما اینجا نوشته هم میتونیم پیدا بکنیم از زمانهای بودایی که بودن تقریبا باز جایا ای خود دست نوشته های خود مردم نقش نگار چی مانده باز جایا نقش نگار امو دوران سابقه که اونا کار کردن باز جایا مانده که اونا میبینیم خب است شما بین امرای ما پس هم رو بریم میتو میریم و میبینیم که دالیز عمومی که اینمی یک دالیز کلان عمومی است این دمیج میریم و این میبینیم پرادو در عمومی دالیز پدی عمومی دالیز که در هر کوته یا تقسیمات شده شده تا دوی بخوا و سیده بخوا در خلق و سیده دلتا به تمکیده در فیلان با جرات دلتا به تمکیده دلتا به یا مشترک بازار کنده در خریداری در پاره در طول به سر طرف در خریداری بکنه به این طرف عمری صاحب یعنی عمری صاحب غیر از اینمی که ما داخل آمدیم در اینجا اینمی تو اتاق در اتاق از کلش گفتی؟ بله امی که وقتی که پیش میریم امی دست چپ و دست راست اینمی تو اتاق به اتاق تقسیم شده و یک طول دیگه نهایش ما تا بال متر نکردیم و چندین اتاق را که شما میبینی با چشم دیده نشه و او طرف دیگه باز تاریکی است تاریکی کردم بره تک جایی و او جا بعض جای شی شده ریخته و ازم رفته نمیتونه خب بازم اینا گل هستن یا سنگین این سرکه هست؟ قسم گلت میگیم ما و یا یک قسم سنگی که سنگ های رسوبی میگن که کار میشه در بینش خب اون سنگ چیست هست ولی زیرش میبینی یک قسم جغل هست آه اینه متوجه هست مشید در زیر خود دیوار میبینیم جغل هست میتونه ویژه به خاطر ایجا انتخاب کردن جناب جغل های بسیار جوربان که ایجا بودوباش به خاطر بوده که این پاری دریا بوده و جایی که به خاطر او تکلیف نبینن و در بالا کوه که سعی میکنیم اونجا دو سه تا استوپیشان هست استوپایی که جای عبادتشان و جای امو نظارتشان که اینا جای سنگر دیگه بگیم سنگر شان هست جناب مجلسی پا پیش میریم اینجا میبینیم که در کجا چند اتاق دیگه است و چطور تقسیمات است و چی نقش نگار داره بیننده عزیز در داخل تاریک هم است یکی اگر ما نتونستیم فضا رو درست سر داشته باشیم تصویر از داخل اتاق را براتون کوشش میکنم به نحوه بتیم و یک نوشتار هم گفتم ما در داخل از عمری صاحب پرسان کردم شاید ما نوشتای از دوران بودایی ها داشته باشند اینجا که عمری صاحب گفت کم کم دیده میشه خب است میریم میبینیم اگر تونستیم پیدا کنیم به شما من یک تصویر میگیرم یعنی اگر ما بیایم در یوتل بله بگویم یک خوراک بوده نبتی نمیرخم بگویم دیگه نه این به عادت است یک دانش به صد افغانی است تقریبا 120 گرام هستن قیمت های از این ریکشا چند باشه؟ 4000 دلار جانیم اوه از یک موتر که در بالاست خیلی کاروبار از دیگه من که آمده این اینجا گفتم باش که نمای اینجا را بر شما نشان بتم